به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تندروان پاکستانی ائتلاف جدید شکل دادن. تحریک طالبان پاکستان گفته است که رهبری آن گروه در تلاش است تا تمام گروه های تندرو را زیر یک چتر بسیج کرده و بجای نبرد انفرادی در یک جبهه متحد علیه آنچه نظام غیر اسلامی در پاکستان خوانده شده است مبارزه کنند. تحریک طالبان پاکستان با نشر بیانیه گفته است که مذاکرات با گروه های تندرو جماعت الحرار و حزب الحرار سبب شد که آن دو گروه با مفتی ابو منصور عاصم مشهور به نورولوی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بیعت کنند. طالبان پاکستانی روز دوشنبه عبده آگست 27 اسد عکس های از مراسم بیعت این جنگجویان را نشر کردند، اما وضاحت ندادند که این مراسم چه وقت و در کجا برگزار شده بود. ایالات متحده آمریکا گروه های تحریک طالبان پاکستان و جماعت الحرار را به خاطر حملات بر هدف آمریکایی و داشتن روابط با شبکه القاعده به صفت سازمان دهشت افغانی بین المللی شناسایی کرده است. جماعت الحرار در سال 2014 از تحریک طالبان پاکستان جدا شد. این گروه که مسئولیت چندین حمله مرگبار را در پاکستان به دوش گرفته است گمان می رود که در افغانستان نیز فعالیت های را انجام می دهد. جماعت الحرار مسئولیت حمله انتحاری سال 2016 بر مراسم عید مسیحان را شهر لاهور پاکستان به دوش گرفت که در آن حمله 70 نفر عمدتاً مسیحیان کشته شدند. حکومت پاکستان تا کنون در مورد تلاش تحریک طالبان پاکستانی برای انسجام سایر گروه های تندرو در یک جبهه متحد ابراز نظر نکرده است. یک مقام استخباراتی پاکستان گفته است که عملیات حکومت پاکستان بر ضد تندروان و افزایش تدابیر امنیتی در مرزهای آن کشور عرصه را برای تندروان تحریک طالبان پاکستان تنگ کرده است. این مقام پاکستانی که نخواست نامش گرفته شود به صدای آمریکا گفت تروریستان از این به بعد نمیتوانند گرد همایی های بزرگ را ترتیب دهند. ما تنها باید نگران تهدیدهای داخلی یعنی تسهیل کنندگان تندروان، شریکان جرمی آنان و سلول های پنهانیشان در داخل پاکستان باشیم، اما اینها نیز دیگر وجود ندارند. مقام های پاکستانی میگویند که عملیات ضد دهشت افغانی اردوی پاکستان سبب شده است که شمار زیاد از تندروان به مناطق مرزی افغانستان فرار کنند. با این حال حکومت افغانستان گفته است که به مبارزه بدون تفکیک با همه گروه های تروریستی مصمم است و به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور بر ضد همسایگان استفاده کند. حکومت افغانستان همچنین این ادعاها را به اساس خوانده است که گویا نهادهای امنیتی افغان تندروان مخالف حکومت پاکستان را مخفیانه حمایت میکنند. در عوض مقام های افغان مدعی‌اند که پاکستان به ویژه اداره استخبارات نظامی آن کشور از گروه طالبان و شورشگری مرگبار آن گروه در افغانستان حمایت میکنند. ترامپ کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان را دستاورد خود برشمرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کاهش حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، عراق و سوریه، کشته شدن قاسم سلیمانی و البغدادی، محو داعش، خروج از توافق هسته‌ای ایران و معامله دیپلماتیک اسرائیل، امارات متحده عرب را از دستاوردهای ریاست جمهوری خود برشمرد. آقای ترامپ روز دوشنبه عبده آگست 27 اسد در مصاحبه با شبکه خبری فاکس آمریکا دستاوردهای کاری خود را به صفت رئیس جمهور برشمرد و گفت ما صلح را در شرق میانه مستقر میکنیم، سربازانمان را از افغانستان برمیگردانیم و در حال انجام این کار هستیم. شمارندک آنان باقی ماندن، سربازان ما را از سوریه و عراق برگردانده ایم. آقای ترامپ دوشنبه 3 آگست 13 اسد در برنامه آکسیو شبکه تلویزیونی HBO گفت که تا 2 روز انتخابات ریاست جمهوری شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان بین
4000 تا 5000 نفر خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار می شود. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا طالبان که به تاریخ 29 فوریه در قطر امضا شد، ایالات متحده آمریکا باید در جریان 135 روز پس از امضای این سند شمار نیروهای خود را در افغانستان به 8600 نفر کاهش داده و در جریان 14 ماه پس از این توافق تمام قوای خارجی افغانستان را ترک کنند. آقای ترامپ همچنین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس خروج از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را از دستاوردهای دیگر دوره ریاست جمهوری خود عنوان کرد و گفت توافق اسفباری را که بایدن و اوباما با ایران امضا کرده بودند پایان دادیم. در آن توافق 150 میلیارد دلار به شمول 1.8 میلیارد دلار پول نقد به آنها یعنی ایران دادند که این بدترین معامله بود و من باید از آن بیرون می شدم. ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابوبکر البغدادی رهبر پیشین گروه داعش توسط نظامیان آمریکایی جریان‌ها در شرق میانه تغییر کرده و به گفته وی اکنون می توان شاهد صلح واقعی در منطقه بود. توافق تاریخی عادی‌سازی روابط میان امارات متحده عرب و اسرائیل به گفته آقای ترامپ یکی از نشانه‌های تغییر اوضاع در جریان ها است. او گفت اکنون که یخ یعنی رابطه شکسته است، انتظار دارم کشورهای بیشتر عربی و اسلامی راه امارات متحده را دنبال کند. مشوق‌های مالی دونالد ترامپ برای قطع رابطه تجاری شرکت‌های آمریکایی با چین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پیشنهاد ارائه مشوق‌های اعتبار مالیاتی شرکت‌های آمریکایی ترغیب به خروج از چین کرده است و همچنین تهدید کرده که دولت آمریکا شرکت‌های پیمانکاری را که به برونسپاری تولیدات تولید در خارج از شور به دلیل ارزان بودن نیروی کاری با چین ادامه دهند کنار خواهد گذاشت. آقای ترامپ دیشب در یک سخنرانی وعده داد که طی 10 ماه 10 میلیون شغل در آمریکا ایجاد می‌کند و وابستگی به چین را پایان می‌دهد. پیشنهاد مشوق‌های مالی برای خروج از چین در حال ارائه شده که تنش بین واشنگتن و پکین در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر در دولت دونالد ترامپ شرکت‌های چینی که در زمینه فناوری فعالیت دارند نظیر تک تاک را تهدید علی امنیت ملی آمریکا خوانده است. آقای ترامپ گفته است ما به شرکت‌هایی که شغل‌ها را از چین به آمریکا برگرداند اعتبار مالیاتی می‌دهیم. و همچنین گفتم ما بزرگترین اقتصاد تاریخ جهان را ساختیم و دوباره باید این کار را بکنیم. شرکت‌های مخابراتی چین نظیر هواوی در ماه‌های گذشته مکرر مورد حمله دولت آمریکا بوده است.